حاصلات گندم در ولایت تخار امسال 5% افزایش یافته است. با اینکه سیلاب‌های موسمی در بهار به مزرعه گندم در مرکز و شمار ولسوالی‌های تخار دیاقین را زیانمند ساخته بود، حاصلات گندم در این ولایت افزایش یافته است. دیاقین میگویند که امسال در شروع زر گندم با کمبود تخم‌های اصلاح شده بذری روبرو شدند و مجبور به کشت تخم‌های معمولی شدند. از این رو مزرعه گندمشان را آفت زده است. انشاءالله امسال از سال گذشته خوب است، گندم حاصلاتش خوب است. دیگر انشاءالله دوستا برادرا و پدرای ما انشاءالله موفق میشن. خوب است. اگر زراعت برای ما خود بتا گندم بتا میتونیم که از بیشتر حاصلات بگیریم، ولی خود گندم برای ما کسی نمیتا. امسال تا جای عوام زده مسئولان ریاست زراعت میگویند که سطح کشت گندم امسال مشابه به چند سال گذشته است و قرار پیش بینی ها از نزدیک 200 هزار هکتار زمین نزدیک به 4000 متریک تن گندم دیاقین برداشت خواهند کرد. امسال در حدود 65430 هکتار زمین آبی تحت کشت داریم که البته تولیدی از این در حدود 185 هزار تن است و همچنان در حدود 132 هزار جریب هکتار زمین ما للمی تحت کشت داریم که از این نظر با آمارا و ارقامهایی را که ما پیش بینی کردیم در حدود 200 هزار تن تولید است و در کل اینطور گفته می توانیم که در حدود 5% سقاطی به اصطلاح للمی ما امسال افزایش دارد. در آستانه فصل برداشت گندم و بذر نهال شالی زمینه کار برای هزاران تن از دور و نزدیک کشور فراهم شده است. از ولایت بدخشان ولسوالی تشکان به خاطر کارگری آمدیم دمی تخار میدرویم. انشالله که حاصلات گندم هم خوب است. دیگر انشالله که ما در کار سرگرم هستیم. بالاخره آمدیم اینجا برای دروگری دیگر. ما چین غریب کاریم آمدیم به تخار که باعث غریب کاری. بازل خدا حاصلات کشت و کار بسیار خوب است نسبتا. ما مقصد روز زمان میکنیم روزی یک حاصلات خوبتر بس میاریم در زمان ما نه. بازل خدا هست با ما باید از مرسیشات یا مقصد دولت خواهی داریم که همین مرکوت یا چیزی باید ما کمک شوا یک چیزی حاصلات جاتر شوا ما باید مطور به دولت رو یه نشیم. با گفته مسئولان ریاست زراعت با اینکه در اثر حوادث طبیعی برخی فراورده های زراعتی در تخار آسیب دیده است، نسبت به سال گذشته آب و هوای خوبتر بارندگی های به موقع سبب افزایش محصولات زراعتی شده است. عبیدالله احمدی، تلویزیون اورانوس، ولایت تخار.